آقای نهاوندیان هم گفتم که برای بخش خصوصی و بخشی از دوستان عزیزی که فعالند و نامه می‌نویسن، گفتم بهشون بگید یه مقدار پیشنهاد روشن‌تر به ما بدن، یه مقداری پیشنهادها بیاد تو این راه، تو این راستا که چه تحولاتی ما میتونیم ایجاد بکنیم. دولت باید چه کار بکنه، بورس باید چه کار کنه، بانک باید چه کار بکنه، اونایی که اموال مازاد دارن باید چه کار بکنن، چجوری صحنه رو عوض بکنیم، چجوری اعتماد بدیم. خیلی مهمه یه آدمی که تولید کننده است بهش اعتماد بدیم، بهش بگیم نهاده تا پایان سال میرسه، توجه نکنه به شایعات. من میدونم از کجا درست میشه این شایعات، برای ما روشنه. یعنی به محض اینکه یه نفر یک نهاده میاره و این نهادش تو کشتیه یا تو راهه یا آمده بندر، بانک مرکزی همون روز بهش پول نداده، شروع میکنه این شایعات درست کردن، هم به هم میریزه برای اینکه فشار بیاره رو ما تا بانک مرکزی بیاد به هر نوع زودتر بده. دلیلش اینه. ولی شایعات که از کجا در میاد؟ همون کسی که این نهاده رو آورده خودش شایعه درست میکنه، میگه من این شایعه درست میکنم، هم نهاده من گرون میشه، هم صف میبندم، هم بانک مرکزی رو مجبور. من خواهش میکنم تو این مقطع، تو این مقطع خاص، تو این مقطع حساس از این شیوه ها استفاده نکنیم. یعنی این شیوه ها رو بذاریم کنار، همه دست به دست هم بدیم و بتونیم از این مشکلات عبور کنیم. من مطمئنم که اگر ما خالصانه با همه توان فکریمون و تدبیرمون برنامه ریزی بکنیم، انشالله به خوبی از این مسئله عبور میکنیم. یه مقدار سخت هست به هر حال، اما این سختی گاهی ممکنه یه گشایش های جدیدی هم برای زندگی ما درست بکنه.